خیلی خوب، به نام خدا. جلسه قبل اتفاقاتی که افتاد این بود که یک گیت رو شناختیم، گفتیم که یک مخزن مشترکه که ما یه سری پروژه داخلش تعریف میکنیم به اسم ریپازیتوری و این ریپازیتوری ها رو میتونیم بین کامپیوترهای مختلف به اشتراک بذاریم. و خب سیستم گیت، بچه حالا جهت اطلاعات عمومی میگم، خیلی سیستم ساده ایه، یعنی در اصل هیچ احتیاجی به هیچ سروری قاعدتا نداره. همون فولدر نقطه گیتی که داخل فولدر پروژه شما هست، چند نفر دیدینش؟ یه فولدر ساخته میشه به اسم نقطه گیت، دیدین؟ داخل همون فولدری که پروژه شما هست یک فولدری ساخته میشه به اسم نقطه گیت که به اون نرم‌افزار گیت معرفی میکنه که اینجا یه ریپازیتوری هست، اینجا یه ورکینگ کپی از ریپازیتوری هست. در نتیجه هر تغییری که اتفاق میفته داره تو همون فولدر نقطه گیت اتفاق میفته، فلانی ها من فلان فایل تغییر داد، بعد این فولدر آپلود میشه روی سرور. این سیستمش به شدت ساده است، به شدت خطیه و به شدت از نظر فنی احمقانه است، چون رو ریپوزیتوری های بزرگ کار دست آدم میده. اینه که الان گیت هاب مثلا برای آپلود کردن فایل های 200 مگ به بالا یه سیستم دیگه پیشنهاد میکنه به جای اینکه مستقیم پوش بزنی. یک کاربردی هم که گیت داره و امیدوار بودم یه مقدار هوشمندانه تر بهش نگاه کنین، این مشکل آپلود کردن رو وب سرورها که همیشه دائما هست، که ما این تغییری که اتفاق میفته باید فایل ها رو ببریم یه FTP بزنیم، فایل ها رو آپلود کنیم، با خود گیت شما میتونین دائما با سرور سینک کنی، یعنی یکی از مشتریات وب سرور باشه. سلام. جلسه قبل یه چیز دیگه هم کار کردیم، تو دانشگاه بهش میگن برنامه نویسی چند لایه ای. چند نفر شنیدین اسمشه؟ برنامه نویسی مالتی تایر. ها؟ شنیدین؟ خب میتونین، آره، برای گردش خونم خوب. ببین مالتی تایر یعنی ما، ببینید یه چیز کلن در رابطه با کامپیوتر بدونیم، یا مفهومی که داریم برای راجبش حرف میزنیم لاجیکال منطقیه یا فیزیکال واقعا داره رو صفره که اتفاق میفته. چیزی که فیزیکاله یعنی ما مثلا وقتی میگیم مالتی تایر فیزیکال، یعنی سه تا سرور داریم مثل این، یا سه تا کامپیوتر داریم، یکیش مشتریه، یکیش اون سروریه که سایت ها روشه مثل آپاچی، یکیش سروریه که دیتابیس روشه مثل MySQL، یکی هم ممکن لاجیکال باشه، یعنی تمام اینا از نظر منطقی لایه لایه شدن و همش روی یه سرور باشه. وقت مثل وقتی که داریم رو لوکال هاست خودمان کار میکنیم، هم خودمان مشتریم، هم خودمان برنامه نویسیم، هم خودمان ادمینیم، هم غیره. چیزی که سیستمی که ما دیروز کار کردیم، یک سیستم دیروز کاری یعنی پریروز کار کردیم، یه سیستم بسیار 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 ابتدایی از دیتابیس و مفهوم دیتابیس بود که خب یه ذره بره جلوتر، کیا اسم فاکس پرو شنیدن؟ فاکس پرو کسی اسمش نشنیده. میگن دیتابیس های فایل بیس، یعنی یه زمان دیتابیس ها در همین حد، چون اطلاعات حجم اطلاعات کوچیک بوده، تهش میخواسته بشه 1 مگابایت 2 مگابایت، یعنی هارد دیسک کلن 1 مگابایت بوده، میآوردن فایل ها رو داخل یک سیستم دیتابیسی جا میدادن که این فایل بیس بوده، انگار یه مش تکست کنار هم درست و اصولی ذخیره کنی، مثل کاری که ما جلسه قبل خیلی 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 ابتدایی انجامش دادیم. و کاری هم که باز جلسه قبل کردیم این بود که یه هاست رو نمایش دادیم که هاست چیه، دامنه چیه، نیم سرور احتمالاً اگر دقت کرده بودین چیه، که حالا اگه برین دومین بخرین دوباره این نیم سرور براتون سوال میشه و برمیگردین و جا میفته. و یکی همی که یه سری کنترل پنل ها مثل سی پنل، مثل پلسک آنلاین بررسی کردیم، دیدیم که کنترل پنل هایی که به شما اجازه میدن منابع سرور رو به صورت ریموت مدیریت کنین چیان؟ پلسک و تاینی کنترل پنل و تاینی سی پی. خیلی اسمشون زیاده، هر کس که آمده یک کنترل پنلی ساخته. و خب در نهایت برسیم به درس امروز. پی اچ پی مایادمین رو چند نفر دیدن؟ لطفاً مرسی مرسی مرسی. پی اچ پی مایادمین چیه؟ خب توی آپاچی. خب خوب شد توی فایل سیستمی که آپاچی روش نصبه. بگین دیده بودین؟ ندیدین؟ کی دیده بود دیگه؟ بگین.
آها خب شما بگین، شما بگو آقای بابایان. آره آها خب آشا، شما اگه بخوایم ببینیم روی سیستمی اسکیل سرور نصبه یا مای اسکیل نصبه چه کار میکنیم؟ سوال تکنیکی خیلی خیلی مهم. میخوایم ببینیم روی یه سیستمی مای اسکیل نصبه چه کار میکنیم؟ خب سرچ میزنین چی بیاد بالا؟ مثلا الان من اینجا رو سیستم مطمئنم مای اسکیل نصبه، خب چی قرار بیاد بالا؟ خب سرچ کنیم ببینیم چی میگه. ها فکر کنم یه لوکال هاست میسازه به اسم PHP MyAdmin که اگه اون چیزا رو بزنیم. نه زمپ مجموعه آپاچی پی اچ پی و مای اس کیو ال داره، همه چی داره. خب بچه ها نگاه کن، درستش اینه، بیایم تو ترمینال بزنیم مای اس کیو ال ورژن، درست شد؟ یعنی بیایم اینجا تایپ کنیم MySQL، یه ارور درست حسابی به ما بده. بچه ها با منی؟ این شکلی میفهمیم MySQL نصبه یا نه؟ سلام، چرا؟ 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 چراغا رو بعد بزن، مرسی، قول بدین نخوابیم. الان خنک میشه اینجا، تقریبا سیستم لامپ جوجه کشیه، ببینید اینجوری از گرم و گرمش از سقف من دارم کور میشم. هم گرمه هم تاریکه، قشنگ راحت، یکی که اینجا داره لالایی میگه بخوابی واقعا تن. خب واضح کامل الان میام اینجا میذاریم MySQL. یه تئوری من الان به ذهنم رسید، بذارین چک کنم. MySQL استوب. خب حالا اگه بزنم MySQL، آها نه همچنان کار میکنم. بچه یه چیزی اینجا دقت کنین، توی لینوکس توی دبیان بیس ها، یعنی اوبونتو، دبیان، کوبونتو، زوبونتو، لوبونتو، هر چی از این بونتو ها هست با خانواده دبیان، خب اینا این شکلی می نویسیم بخوایم ببینیم یه سرویسی بالاست یا پایینه، یعنی آپ یا داونه. یه حالت دیگه داره، مثلا این آپ و داون بودنش هم چجوری می فهمیم؟ سودو سرویس MySQL استاتوس. خب الان میگه چی؟ الان میگه داونه، این اکتیبه. خب یعنی MySQL الان من نمیتونم به MySQL هم وزشم، ولی بیام فلان. یه راه دیگه هست توی Red Hat بیس ها، مثل خود Red Hat، مثل فدورا، مثل از این Red Hat ها بگیم CentOS، این سیستم عاملا این دستور روش کار میکنه، sudo system ctl استارت MySQL. خب این همون دستور بالایی است، کوچلوار، کوچل بدون کوچلوار، این همونه. خب MySQL دات سرویس، بعد خب استاتوس هم همینجوری میشه از این گرفت دیگه قاعدتا. این همون دستور است، فقط روی Red Hat بیس ها الان هم میبینین اکتیو شد. یعنی اگر یه زمانی احتمالاً خواستین به MySQL کانکشن ارور یه همچین اروری داد که الان ما اینجا دیدیم، can't connect to local MySQL server و این حرفا، یعنی که سرویس داون. حالا اصلا این سرویس که ما میگیم چیه؟ سوال خیلی خیلی مهمتر، تئوری شما که گوگل سرچ کنیم جواب ده. این که اصلا MySQL چیه؟ وقتی ما PHP MyAdmin نمیبینیم،
وقتی ما ورک بنچ نمیبینیم عافیت باشه. چی کنیم الان؟ صبر کنیم بریم بیایم چی کنیم؟ چی میگن تو فوتبال وقتی یکی 3-4 تا گل پشت سر هم میزنه؟ هتریک. نه آره هتریک کرد، الان چی کارش کنیم؟ خب ببین، MySQL یه نرم افزاره که واسطه گرافیکی نداره، واسطه کنسول هم نداره، ولی اجرا میشه. به این نرم افزاره چی میگیم؟ مهندسی نرم افزار دو. چی میگیم به اینا؟ چی؟ نرم افزاری که نه میبینیش، نه گرافیکی میبینیش، نه خط فرمانی. سیستمیه دیگه. نرم افزار ندی، خیلی رفتی پایین. آره. ندی در حد. بگین بچا چه نرم افزاری که ما نمیبینیمش ولی کار میکنه. بگین محض رضای خدا بگین ویروس مثلا. ویروس هم همین جوریه دیگه. خب بگین سرویسه. به اینا میگن سرویس. نرم افزاریه که شل نداره اصولا، چه شل گرافیکی چه شل ترمینالی. مونتا فردا نگید که MySQL شل ترمینالی نداره و اینا. همین که الان ما داریم اینجا میزنیم MySQL U یعنی یوزرنیم میخوام بدم، روت پیان یعنی پسورد ازم بپرس. آه الان وصل شد اینم کاملا MySQL. شما میتونید بگی شو دیتابیسز، لیست دیتابیس هایی هم که داری بهت میده. خوب شد؟ اینم خط فرمانش. منتها ذاتن این نرم افزار ساخته شده که کسی با خط فرمان بهش وصل نشه. به این نرم افزاری که با معمولاً با بالا آمدن سیستم میاد بالا، یعنی شما وقتی کامپیوترت ریستارت میکنی لازم نیست بری روی کنش دبل کلیک کنی تا اجرا بشه، به اینا میگن سرویس. و اگر موقع لود برنامه بیاد بالا بهش میگن استارتاپ اینیبلد سرویس، یعنی نرم افزاری که موقع استارتاپ میاد بالا. حالا شما این وسط میتونی با یه سری واسطه گرافیکی بهش وصل شی، مثل همین کاری که الان ما با ترمینال کردم، با خط فرمان بهش وصل شدم، مثل نرم افزاری مثل PHP مای ادمین. فهمیدین چی شد؟ این هسته است، کور نرم افزاره. شما میتونی با هر چیزی که دلت میخواد به این وصل شی، یا با PHP مای ادمین داری وصل میشی، یا با Workbench، یا هر نرم افزار دیگه‌ای که دیدید، SQL Browser، این Browser، هر چی دیدید. خب میتونیم بهش وصل شیم. یه قابلیت جدیدم رو پرزنتیشن ها کشف کردم، بی بزنی این شکلی میشه، دستم خود کشف. خب خوب، برای وصل شدن به MySQL کافیست اونایی که از این داستان ها دارین، زمپ ها اینا دارین، بیان اینجا بنویسیم PHP MyAdmin میاد بالا. مواظب باشین که زوم نکرده باشین. همون یوزرنیم پسورده رو بزنید وارد میشید. این الان داره MySQL و انجین MySQL پشت قضیه است. ما صرفاً داریم با یه واسطه گرافیکی که حالا دست برقضا وب بیسه داریم بهش وصل میشیم. خوب شد؟ همون دستورایی هم که اونجا میزدم اینجا کار میکنه. اگه بگم show databases، وب بیسه یعنی داری تو بروزرت میبینیش و آپاچی و این داستانها داری ران شدنش. خود PHP MyAdmin با PHP نوشتن دیگه. خب این هم لیست دیتابیس هایی برم کرده، فقط همون دیتا همون کنسوله است، مجددن کچلوار کرده تنش. گرفتین چی شد؟ همونه، هیچ چیز بیشتری نداره. و اینکه شما مجبور نیستی برای لیست کردن هر کدام از دیتابیس هات بیای کلی اینجا وایسی سینتکس بنویسی یا کارهای عجیب تر که حالا میبینیم کارهایی هم که میتونیم باشه انجام بدیم. خب اسلاید بعدی چیه که من آها دکمش کار بیفته، حکمش چیه؟ آها حکمش اینه. جدول ها، برای که یه دفعه از این حالت مستمازات خارج بشیم، بریم رو چند نفر PHP MyAdmin یا Workbench یا همچین چیزی دارن؟ آمار سرانگشتی؟ خب همه دارن، شما هم دارین. خب چی؟ رو زمپت باید باشه قاعدت، ومپی زمپی هرچی داری روش هست. اگر ومپ دارین نصب خیلتونه. جدول ها، ما بعد از فایل، بعد از دوره فاکس پرو که من فراموش کردم عکسشو بذارم، الان میره شبکه خبری فاکس میاره. آره فاکس پرو، این مال اون دوره بود که میگم
فایل بیس تکست بیسد پروسیجر اورینتد پروگرامینگ لنگویج اند دیتابیس منیجمنت سیستم DBMS مال دوره مهاتما گاندی ذره عقب‌تر، خیلی قدیمیه، تقریبا 20-25 سال پیش. خب بسیارم اینجوری که من از برنامه نویساش، اتفاقا یکی برنامه نویساش دیشب داشت میگفت، خیلی چیز جذاب و تو دلبرایی بوده دوره خودش، چون اسمبلی و زمان ماشین رقیب هاش بودن، چه فورتران چه فاکس پرو، و خب اون موقعی داشته کاری عجیب غریب میکرد دیدیم تحت داست. حالا کجاهای هنوز داره به کار میاد؟ مرکزهای هواشناسی همچنان دارن با داست کار میکنن، بعضی از اون بانک های قدیمی مشتری قدیمیشان هنوز رو سیستم فاکس پرو هست، و خب هست دیگه، کارش هم نمیشه که. یه قانونی هست که میگه if it works don't touch it، میرسیم بهش، اگه کار میکنه دستش نزن. خب جدول ها، ما از دوره فایل و ذخیره کردن تو فایل و مصیبت های فایل رسیدیم به دوره ای که کشف کردیم بشر میتواند اطلاعاتش رو در جدول ذخیره کنه. همه جدول ها رو دیدین، پایگاه داده پاس کردین. اینجا کسی داریم دانشجو کامپیوتر نباشه به جز شما؟ شما همه دانشجو کامپیوتر هم، همه جدول ها رو میشناسه. خب چیزه آخه نمیان به شما چیز بگن که نمیان SQL بگن که تو کلاس دیتابیس شما میگه SQL گفته میگن؟ نه بابا، فقط چهار تا سینتکس میگن دیگه. آره چهار تا سینتکس میگن، کسی نمیاد SQL بشینه کد بزنه. کدام زنی؟ آز پایگاه داشت، آز پایگاه. آره تو آز پایگاه داشتی، اونم آز کد داشت. یه چیزی داشتیم، حسابان چی بود؟ حسابان دیتابیس چی میگفتن بهش؟ حساب رابطه‌ای؟ نه نه نه، بیخیال، پیداش میکنم. کوت امروز رو من بگم، کوتی ندارم برای امروز، به همین دلیل یک شنونده خوب در اصل یک سخنان خوبیه که سرما خورده، درست؟ پس امروز در اصل شماها قرار حرف بزنین. اولین پریزنتیشن کی میخواد بیاد؟ زود باشین، یه ذره شما فعلا یه نفس عمیق بکش. خب اولین پریزنتیشن زود بشین، من سه تا از این اسلایدها گذاشتم، امروز سه تا پریزنتیشن داریم، یکی بیاد. خب آقای بابایی هم بفرم افتتاح کن، جدی میگم. یعنی چی؟ شما چی کردین شما دوتا؟ پاشو بیا اینجا راهش بده. چی داره؟ من میتونم بیام پایگاه داده برام؟ نه نه. آره یوایشو طراحی کردیم. خب بیاین اینجا بس کنین، فعلا یوای بگیم. فکر کنم کنترلش گذاشتن اینجا. آره چی نمیخوره؟ این دیجی ای نمیخوره. خب داری فایلاشه؟ فایلاشه دارم، ولی باید ادوبی ایکس نصب بشه. پی دی اف نمیده به همون؟ نه. خب چی باید بکنیم الان؟ نمیده، فقط ادوبی ایکس نصب بشه. خیلی خب همینه شما بچرخان رو بچهات. آره خب توجه کنین، اولین پرزنتیشن بدون دیتا مشخصه، همه میبیننش؟ شما رو میبینین؟ خب خوبه، نه پروتوتایپه، خیلی چیز است،
وضوح مهم است. بفهم سایت شرط بندی ما اومدیم طراحی بکنیم یوهش فلان داره. خب کارو خاصی فلان که این صفحه اولش هم میاد بلو. آها اسمش هم بودیم کوکوبت. کوکوبت کوکوبت مرسی حمایت از تولید ملی. خب این هم صفحه اصلیشه. آها اینجا ما میتونیم والد داشته بود، والد داشته باشیم، کتابی داشته باشیم. این هم ضریب های بازی های شرطمندی و خب بگیم بچه ها بشنم ضریب های بازی های شرطمندی که شما میتونیم مثلا روش رو بازی های شرطمندی کنی هر احتمالی که مثلا داره بازی ها اینجا به شما میده و یه جایی داره واسه تبلیغات و بعد جالبه کسی هم که توی سایت شرط بندیش تبلیغ کرده ایران خود رو دیگه نداشتیم تبلیغ. خب صفحه های دیگهش صفحه های دیگهش هم با چه نرمافزاری میزدیم؟ ادوبی ایکس دی. ادوبی ایکس دی قابل توجه کسایی که وقت کد نوشتن نداره. خب ادوبی ایکس دی این چیزی نداریم شماره کارت ما شماره کارت میگیره و واسه اخاف کردن اصلا. مرسی مرسی تشویقش کردیم متشکرم. عالی. حالا یه سوال پیش میاد ما چه شکلی با PHP MySQL و اینا دوتا رو به هم وصل کنیم که به جایی که بریم اطلاعات رو داخل تکس ذخیره کنیم داخل دیتابیس ذخیره کنیم. کدش همینه که دارید میبینید. فکر میکنم بعضی به لحظه کانکت شدن به MySQL به یه مشکلی بخورن به خاطر اکستنشن های PHP. حالا هر کس مشکل خورد میایم حلش میکنیم. ما برای وصل شدن به سرور های SQLی معمولا 3-4 روش احراز هویت داریم. اول شما باید بگی به DBMSت که کی هستی. اصلا چرا ما از DBMS استفاده میکنیم درس پایگاه داده؟ بگید اینا رو خوب میگن تو پایگاه داده دانشگاه اینا رو خیلی خوب میگن. چرا اصلا ما احتیاج داریم که از DBMS استفاده کنیم؟ بیخیال چند نفر میخوان کنکور ارشد بدن؟ مرسی. خب چرا ما از DBMS استفاده میکنیم؟ نه اصلا DBMS Database Management System چرا خودمان رو اذیت میکنیم داریم؟ خب خوب بود. به این ما ما احتیاج داشتیم بتوانیم چندین یوزر رو همزمان به یک دیتای مشترک وصل کنیم. شما اگه بخواین همزمانی که منطقه بحرانی باز که یادش از درس سیستمه بابا کامان بچه ها چه خبره سمافور چرا سیستم عامل یه چیزی داره به اسم سمافور؟ آفرین. میدونی حالا یه مقدار این دیده لاجیکالشه. اصلا بیاین فیزیکال بررسی کنین. شما یه هارد دیسک دارین دقیقا شکل گرامافونه و این داره یه جا میخونه بعد همزمان یه نفر دیگه میاد میگه همینجا که داری میخونی همین لحظه شروع کن بنویس. به این میگن ناحیه بحرانی. به این دلیل ما فایل ها لاک میشن. یعنی شما وقتی که مثلا داری یه فایل ویدیو رو داخل یه نرم‌افزاری نه مثل VLC مثل ویندوز مدیا پلیر داری پلی میکنی نمیتونی فیلمش پاک کنی. دقت کردین؟ ترای اگین میده، ارور ترای اگین میده، نمیذاره فایل رو پاک کنی. چرا؟ چون لاک شده، سیستم عامل لاکش کرده نگهش داشته. به خاطر همین مشکل سیستم عامل اولین دلیل ما نمیتوانستیم همزمان دو نفر وصل کنیم از روی فایل شروع کنن خواندن. یعنی وقتی من دارم لاگین میکنم شما حق ندارید دکمه لاگین بزنید.
خب این خیلی مسخره بود. خب یه دلیل دیگهش، هر کسی بیاد به قول ایشان، حالا نمیگم پاک میکنه، ولی هر کس بیاد دبل کلیک کنه فایل دیده. ما میخواییم سطح دسترسی به مردم بدیم. همه قرار نیست همه جدول ها رو ببینن، همه قرار نیست همه فیلد ها رو ببینن، همه قرار نیست بتوانن روی دیتابیس ما هر کاری بکنن. پس مالتی یوزر بودن که از فواید مالتی یوزر بودن سطح دسترسی هاست، یکی دیگه از خدمت هایی بود که دی بی ام اس ها به ما دادن. درست شد؟ یعنی ما میتونستیم چند تا یوزر داشته باشیم، یک مختلف. آره، یکی از مشکلاتی که لینوکس داشت اون اوایل و مایکروسافت کلن این جماعت رو آدم حساب نمیکرد چی بود؟ این بود که لینوکس سینگل یوزر بود. یعنی شما وقتی میامدی والا یه پسورد میزدی وارد میشدی تمام. مالتی یوزر بودن روی سیستم عامل خیلی فاجعه بزرگیه. میدونی چرا؟ چون ممکنه 10 یوزر همزمان از چند تا سرویس استفاده کنن. خیلی پیچیدگی داره. اصلا مالتی یوزر بودن سیستم عامل خیلی پیچیدگی داره که لینوکس روزای اولش مالتی یوزر نبود. به خاطر همین فکر میکردن رقیب نمیشه برای مایکروسافت، که تقریبا یه ماه پیش مایکروسافت جا گذاشت روی سرورهای خود ایجر. این هم از فواید دی بی ام اس. فایده های دیگه خیلی داره نمیگم، مثل این که ما میتونیم سینتکس بزنیم رو خود دی بی ام اس. ما رو خود دی بی ام اس میتونیم خیلی کارا بکنیم، داده ها رو مدیریت کنیم، اتوماتیک کنیم روند ها رو و غیره و غیره و غیره. بریم واسشیم ما اس کیو ال. کمتر حرف بزنیم بیشتر کد بزنیم. خوبه، من همچنان از اون سنت حسنه کپی پیست پیروی میکنم و شما رو میتونین کدایی که من آوردم از w3schools.com اومده. عنوانایی هم که زدم دقیقا همون چیزی که تو گوگل سرچ کردم. در نتیجه اگه میخواین همزمان با من کپی پیست کنید، همین عناوین رو سرچ کنید، میرید داخل w3schools کپی پیست میکنیم. ما تایپیست نیستیم بچه ها، ما کد نویسیم. خب بریم ببینیم چی میخواییم بکنیم. How to connect to MySQL database. درس این جلسه. بسم الله، بفرمیم. من میخواییم یه صفحه هم فعلا کانکشن به دیتابیس به نظرم. لاگین پاک نکنم، بگم dbtest.php. سرورم لوکال هاسته، یوزرنیم هم یادم روته. شما چرا روشن نمی کنی؟ ومپ مگه نداری؟ رو ومپت نصبه. پسورد برای بعضی خالیه، برای بعضی یکه، برای بعضی ایه، برای بعضی یک دو سه. بعد ببینید یه پسورد چی گذاشته موقعی که نصب میکردی. خیلی خب، من یه فایل دی بی تست دارم الان که این فایل دی بی تست خیلی خیلی ساده میاد میگه اسم سرورم همین کامپیوتری که الان روشم. اگر که روی کامپیوتری که روی اینترنت میخواییم وصلشیم باید آی پیش اینجا بدیم و شما رپورتش، نام کاربری، کلمه عبور، و اگر با موفقیت به MySQL وصل شدی بگو connect successfully. خیلی خوب. آها بچه، یه تکنیکی هم من بهتون میگم. php-h خود dbtest.php. نگاه، الان من با موفقیت وصل شدم. php تو خط فرمان اجرا کردم، چیزی که معمولا خیلی مرسوم نیست. php من میتوانم همچنان در خط فرمان هم اجرا کنم. بیام روی کروم ببینمش. لوکال هاست dbtest.php. ببخشید، کوکو اپ db.test.php connected successfully. یه لحظه اینجا با ما باشین، یک لحظه. من الان فایل php با موفقیت وصل شده به MySQL. بخوام یه کاری کنم به MySQL وصل نشه چه کار باید بکنم؟ مرسی. sudo service، ببخشید اگه من میگم سرویس، یه اشتباهی که مانده رو ذهن، سرویس MySQL stop. اشتباه بود یعنی؟ نه درست بود. ارور. خب
هر ارور این شکلی که دارین میبینین construct، یعنی روی تابعی که اسمش با اسم کلاسش یکیه، البته در سی بیس ها، در پی اچ پی که دقیقاً یه تابعی اسمش constructه. connection failed، حالا اگه دوباره برش گردانم بالا چی میشه؟ connected success. دیدین چی شد؟ دیتابیس MySQL که این وسطه بود، در اصل اینجا بود، این رو خاموش کردم، نرم افزارم که بهش وصل بود داون شد، اینو روشن کردم، اینم میاد بالا. اینم کدشه، اگر احیانا کسی میخواد تست کنه ببینه به MySQLش وصل میشه، من میام به چرخم ببینم کی داره چی میگه. جان وامپ مگه نداری؟ IIS داری؟ میشه IIS ته برای مدتی یک کار بندازی؟ IIS Express داری دیگه؟ IIS ته یک کار بنداز، وامپ نصب کن، فعلا این کلاس با ما باش. از اون بر بگردم چون ویژوال استودیو IIS Express کاره، درست؟ احتیاج نداری که این کامپیوتر که سرور نیست، سرور که نیست خیلی کدش مسته بوده است. همین چند خطه یک عالمه درس داره با دونی پیشتی. مثلا علامت گستی که اونجا داریم همین تابل داره کانسترکتور کلاس خود MySQL، اینا خودش کلی کلی دسته داره. همین باید استارت بگیم پسورد بده اشکلا داری که پسورد شما دیگه دوسته نیست هست؟ چه کنم خالی پسورد تواسته کد کجا زدی؟ بیزنیم دو تو خب چی داریم؟ برم مگه نست کنی که ایچی هستی؟ ما لطان در مبارد میشه شیر میشنه خب شما محفظ شدید؟ یوزر پس توی این MySQLه روی اون فور هست کجا ما این مبارد کردی؟ موقعی که نصب کردی خودش زده بود پسورد خالی گذاشت یوزر رو گذاشته بود دیفالت خالی هست بعد میشه تغییرش داد تغییر داده میشه هم MySQL config MySQL admin نه MySQL رو خواهی تغییر دادی MySQL configuration wizard دیگه اسمه چی در فاوت می نیست که پیچرز؟ این کاما کاری من انجام دادم. این چی؟ اوکی. انجامیسته. نه. از آن دانشش اول کنسرت کجا داده؟ اول داده. اول کنسرت. اول سر. بعد یه سر داد میشه باتری. Thank you.
دیتابیس ما فقط سرور واسه هنوز تعریف نکردیم که این دیتابیس خب چند نفر اوکی شد دست ما دیگه دست ما آمار سرگوشتی و این یکی شما چرا وقتا نداریم؟ وقتا نداره خب چیز کنیم مفرسه کنیم کنیم Proxy has a deep. Requested resource is not found. I pay you the phone hacks of the phone. I'm going to go to the phone. I'm going to go to آها آها یه یوزر تعریف شده توی مایسکل به اسم یوزر درصد. یوزر درصد یعنی هر کی اومد رو دیدم. خب چهارصد و چهار ریسورس داریم. چیش کجاست؟ خوش شارژر کارتیسته نداره؟ نداره این میخوره بهش ولی چیز هم نداره شارژر هم دارم سر سپر شارژر با تو خراب میکنه چیه؟ میگم سوپر شارژ خراب نکنه باتری. اگه داغ شد بکش. نه. آقا با خود رو این کاری Proxy
نوکیا نوکیا دست کجا؟ یکی ما. من چی رو نوشتیم؟ تورتشون که تو آقلاماشی تورت هشتر اون روز میبستش گرمانش هشتر دیگه کار بایی که باز میکرد بسرد نه نمیرفت بیشتر مشکل بسیار اساسی درستیم داری کورت هشتر رو میگانده اگه مشکل افتایی باری بود رو هشتر دیگه نمیدید اگه الان فایی باری کدام بازه تو به دیگه هشتر دیگه یعنی یه سرویس رو داره با تشتر بکنه مصرف میکنه تو جربه هم رو داشتیم از سرویس رو میگنه اصلا خودش گفتش که پورچه هشتاد با گرگی خودم نرم بازه با شما با هشتر بیر کنیم تو ماشایت هم بگیم خواستیم با بچیم پورت هشتر بیر
دیدنی چجور باید اون هشت دید بریش بالا دید لوکال هست دو نقطه هشت دید اون یکی خیلی بالتر SSL داشت رو میکرد چون SSL Thank you.
تمامه؟ همه اوکی هست؟ همه اوکی؟ من دیدم با من خدا از باشم. چی؟ خدا رو دیدم از باشم. دیدم رو دارد این خدا از باشم. خب دای یعنی بمیر یعنی بمیر میدونید دای به چه معنیه بچه ها اینجا رو نگاه کنید خانم ها آقایان مرسی الان چند نفر موفق به اجرا نشدن؟ نشدن دوتا اوکی اونم باید یه فکری به حالش بکنه یه نفر رفته بودم یه زمانی MSI G60 دو پیسی آپاچی بگیرم یه لپتاپ خیلی دوست داشتنی و دیدین ظاهرش هم چه شکلیه همین شکل این قرمز است بعد کسی که فروشنده بود نمیخواست نداشت MSI برگشت گفتش که ببین برو دل بگیر دل مثل پیکانه تسمش پاره بشه با یه جوراب زننده میشه راش بندازی خب MSI حتی نمیدونستن پیچاش رو چجوری باز کنن MSI یه بند خدایی بردیم بدیم تعمیر کنن پیچاش هم نمیدونستن چجوری باید باز کنن الان مشکلی هم که ما اونجا داریم همینه یعنی یه یوزری داریم که هیچ کدام استاندارداش با استانداردهای ما جور نیست و این اتفاق پیش میاد دیگه یه چیز کامن بگیریم معمولا برای شروع آماتوری خیلی خوب این کد چجوری اجرا میشه؟ این دای چیه؟ نشد دای گفتم کدهای PHP رو علاوه بر این که میشه رو وب سرور ران کرد میشه از تو خط فرمان هم اجرا کرد استنهان CLI یا Command Line Interface میشه از اونجا هم اجرا کرد بعد از اونجایی که اینم یه برنامه است مثل برنامه C++ که می نویسیم فقط یه جور دیگه اجرا میشه اینم کد خطا برمیگردنه اگزیت کد 1 کی میشناسه چرا ما میذاریم ریترن 0 توی C++ برنامه سازی 1 مقدماتی ریترن 0 چیه هیچ کس نپرسیده از استاد برنامه سازی که این ریترن 0 چیه خب چی بود؟ حالا چی بود؟ حالا حدودا چیه؟ حدس میزنین چی باشه؟ چی؟ نه ببین وقتی برنامه ران حتما باید یه ریترنی داشت اصلا خب چرا تابع مین اینته؟ خب این چیه؟ این چیه؟ تو سی بیس ها این چیه؟ یعنی چی بر نگرد؟ چرا مین وید نذاشتن؟ نسخه جدید C11 نه C9 تو بعضی تابعه مثلا باید یه عددی برگرد خب اوکی اون وقتی که تابع اینت باشه ببین سی این شکلیه میگه اینت مین بعد اینجا یه مش آرگز این شکلی میگیره درست که آرگومنت های ورودی ترمینالته بعد اینجا میگه ریترن 0 چرا ریترن 1 نه؟ اون چرا ریترن 100 نه؟ 0 یه عدده نه یه کد اولا چرا اینه برنمی گردنه؟ این هم عدده چی؟ این هم عدده هگزادسیمالی هگزادسیمال 1 1 1 0 0 0 0 4 تا 1 4 تا 0 خب چرا ببین هر برنامه‌ای موقعی که یک کتاب برنامه ران میشه آخرش یا این برنامه با موفقیت تمام شده یا فیل شده گرفتین اگر موفق تمام بشه کد پایان موفقیت آمیز یک برنامه صفره و از اونجایی که این ریترن صفر تو تابع اصلی برنامه است به این معنیه که این برنامه با موفقیت ران شده اینه کی میفهمه؟ چرا اصلا ما باید بفهمیم یه برنامه با موفقیت ران شده یا نه؟ چی؟ نه به کامپایلر ربطی نده سیستم عامل لاگش میکنه یک آفرین سیستم عامل کسی که ویندوز سرور کار کردن سرور یه دفعه ریستارت میشه باید بفهمن چرا ریستارت شده کد خطاست
دوم آمده شما از توی یه برنامه دیگه داری یه برنامه دیگه رو ران میکنی، باید بفهمی که یه خطایی داده. خب الان جا افتاد چرا ما ریترن صفر میذاریم؟ مثلا میذاری ریترن یک، ریترن دو، ریترن صد، بعد تو داکیومنتیشنت میگی ملت اگه دیدین برنامه من ریترن کرده بود صد، یعنی یه مشکلی هست. مشکلش هم اینه که نتونسته به دیتابیس وصل شه. اگه داد ریترن 99 یعنی نتونسته به اینترنت وصل شه. فهمیدین چی شد؟ ما به خاطر این ریترن میذاریم اینجا. حالا یه اتفاقی میفته، فایل PHP کل خود PHP هم یه برنامه است، در باید یه استاتوس کد موفق داشته باشه. ما موقعی که ما میتونیم برنامه رو وسط کار ترمینیت کنیم، یعنی وسط کار بگیم از این به بعد دیگه اجرا نشود. چطور؟ اینجا مینویسم هلو، اینجا مینویسم هلو. خب مینویسه connected successfully hello. اوکی حالا من میام تو ترمینال باز دارم، استوب میکنم MySQL رو، هلو دیگه نداد، درست شد؟ هلوی در کار نیست. چرا؟ چون برنامه روی خط 7 تمام شد و رفت. حالا چرا دای؟ چرا اگزیت نه؟ اگزیت هم همین کار میکنه. نگاه، کسی نظری نداره؟ بچه ها کد نویس آب گوشتی نباشین، به جور چیزا فکر کنین. هر دوتاش ترمینیت قول میده. آفرین، خیلی خیلی دقیق و به جا. این دایه داره به طرف میگه که ما با کدی غیر از صفر تمام کردیم، اینم مسیج خطاست. نگاه، این رو هم به عنوان پیغام خطا برمیگردونه به اون لاگری که داره پشت لاگ میکنه. برنامه چرا بست؟ به این دلیل که کانکشن فیلد. اینم ارورش بود، این ارور هم MySQL گرفتیم، این متن خودمون دادیم گذاشتیمش توی پکتی فرستادیم برای بالادستی. بالادستی من کیه فعلا؟ آپاچی. گرفتیم چی شو؟ این اگزیت به این دلیل دای میذاریم. خب حالا اگر try catch کیا میشناسن؟ try catch مال درسای جلسای بعده. try catch اگر اگزیت بذارین نمیره تو کش، فهمیدین چی شد؟ منطقه اگر دای بذارین میره تو کش. گرفتیم؟ توی سی شارپ بهش چی میگن؟ کیا سی شارپ کد زدن اینجا؟ سی شارپ یا تو سی شارپ اگه بخوای دای کنی چه کار میکنی؟ نه، تابه میخوای دای کنی چه کار میکنی؟ نه، throw exception. میتونی exception تو جاوا هم داریم. آفرین، throw exception تو سی پلاس پلاس. من هرگز به اونجاش دیر نرسیدم که بخوام یه کاری کنم سی پلاس پلاس از این کارا بکنم. خب حالا ما وصل شدیم به دیتابیس. یا ایوه لذین آمدیم، ما آمدیم اینجا روی PHP MyAdmin هم مثل همین برنامه‌ای که ما نوشتیم دیگه. الان کاری که ما با برنامه خودمان کردیم این بوده که آمدیم اینجا دکمه گو زدیم تو برنامه خودمان، چون ما MySQL داونه انداختمون بیرون. یادم نمیاد برنامه زنده استی ببخشید. خوبه؟ الان ما هر چی بیایم بنویسیم select star insert into کار نمیکنه. به چه دلیل؟ چرا؟ select star from users چرا کار نمیکنه؟ چونش دیتابیس select نکرد. پس ما گام بعدی اینه که یه دیتابیس انتخاب کنیم، بگیم این دیتابیسه. بعد بیام اینجا بگیم select star from یکی از جدوله این دیتابیس دیگه، درست؟ بعد گو بزنیم. اوکی گرفتین چی شو؟ کدی که برای این کار استفاده می شود اینه، دیتابیس رو select نکرد. تو W3 schools بذار ببینم ما چرا این شکلی کپی کردیم. همون W3 schools select MySQL PHP
دیبی نیم هم آها دیبی نیم تو چه بعدیش داده. خب کاری که کرده اینه که میایم اینجا اسم دیتابیس رو میدیم. من اینجا یه دیتابیس دارم، شما رو میتونید بسازید برای خودتان. توی مای ادمین هم دارم میبینمش. اینجا بازش کنم. توی مای ادمین هم دارم میبینم مثلا دیتابیس قرآن رو من دارم. خوبه؟ میام اسم دیتابیس رو میذارم اینجا. خوب شد؟ توی آخرین پارامتر کانکشنم اسم دیتابیس رو پاس میدم بهش. این همچنان نباید اروری داشته باشه، نداره. و حالا بعدش میایم روی داستانه سلکت کردن. بذارینم از اینجا تا پایینش دوباره کپی پیست بریم اینجا تا اینجا. خوبه. حالا نگاه کنیم، من اینجا یه جدول دارم رو MySQL مفصل. اصلا داستان SQL یه روز میشینیم اینجا فقط کوئری میزنیم. خب روی SQL با حوصله میریم کار میکنیم، ولی خب فعلا در همین حد. دیتابیس ما از یه مشت تیبل تشکیل شده. یکی از تیبل ها اسمش اینه. خب و تیبل یه سری ستون داره، ایندکس، سوره، آیه، تکست. خوبه، من اینو میخوام الان بردارم بیارم بذارم اینجا. اسم جدول میره بعد from. بعد میایم میگیم برو انتخاب کن فهم اندیس، یعنی شماره آیه چیز، اندیس یعنی ترتیبش، آیه، سوره. خب از این بعد حالا وقتی که سلکت کردی فقط باید بیایی بگی توی روت کدام ها رو سلکت کردی. الان میگم بذار ببینیم فقط کار میکنه. نام راوز اف نان ابجکت اینم برمیداریم چون MySQL از این کارا نمیکنه. فچ نداریم. ریزالت فچ اری چشه آن بولین. آها اسم فیلدار اشتباه زدیم، اسم فیلدار اشتباه زنیم. ایندکس چی؟ ترتیبش هر ترتیبی که خودت بدی درست شد. تکستش هم بگیرم که یه ذره بهتر بشه نماش. اینجا بینیم فارسی نبود چرا اون چیز چیا؟ چرا خالی کار؟ نه ایندکس کلمه رزروه، ایندکس کلمه رزروه. بذار من یه حرکت دیگه اینجا بزنم بی آر بیام بعدش بگم که خود چی هم بیاره. الان توضیحش میدم. اسم فیلد اینه مثلا تکست. ببین بعضی هاش ویژوال استودیو میشناسه. تکست دیگه اسمش جدول تعریف کرده و همش اسم رزرو از متن. خوبه، میام میگم اینجا متن برام سلکت کن. این مشکل به خاطر مشکل UTF-8 چیز سخت، چیز مشکل داری نیست، فقط همین که بدونید داره درست سلکت میکنه فعلا. تا حالا مشکل UTF-8 شم حل کن. درست شد. الان دیدیم چی کردیم، این رو دیدید. اینو من تو دیتابیس هم دارم، دیتابیسشو دارم. خب آن رو دارم سلکت کردم. شما الان کاری که میکنید اینه که بیاید طبق برنامه‌ای که حالا تو ذهن خودتان بود، اگر برنامه‌ای تو ذهنتان نیست بیاین یه دیتابیس بسازین، MyTestDB. خب بسازید دیتابیس رو. توی MyTestDB بیاین اینجا میگه create table، میگم جدول my users، جدول یوزرهای من، username، بخشید ID، int و اوتو اینکریمنت. MySQL با حوصله توضیح میدیم. یوزرنیم و پسورد. خب سیو کنید. الان اینو انجام بدین. این هست هنوز اینجا میذارم بمونه. ورکر 300 تایی، اینم ورکر 300 تایی. توضیح میدم هر جاش سواله بگید. تیک آخری برای اینه که عدده رو بشماره، یوزر 1، یوزر 2، یوزر 3 خودش بشماره، آیدی بهش بده. اینجا دیدی آیدی دارن اینا، اینو نگاه کن.
یکی یکی رفته بالا، این چیزه اوتو اینکریمنته، یعنی خودش افزایش پیدا میکنه. آها، کارکتر، کارکتر شامل هر چیزی میشه تا 300 بایت. چی؟ فارسی هم ساپورت. چی؟ تو MySQL دیگه این نمیخواد این برچه؟ نه کالیشن دیتابیست خیلی چیزه اول دوست داشتنی. کالیشن تعریف میکنی اولش؟ خب اینو اول تعریف میکنی یا بیسش یوتیلیتر؟ بیسش الان میبینی، بیسش رو چیزی که شما بخوای. ببین PHP MySQL کرسه زینا ست کرست اینه، اینا نگاه کن. بعد از کانکشن میای کرست تعریف میکنی براش، برای که این مشکل دائما هست دیگه. یکی میاد دیتابیس وقتی دوباره داره میسازه کرستش هرچی دلش بخواد میذاره، بعد تو کدت میریزه به هم. بعد جوری کد بزنید که اگه یه نفر دیگه نرمافزار شما رو نصب کرد نپوکه. این هم مشکل کرستش. اینم یادم باشه اضافه کنم به چیز اسلاید ها. نیو اسلاید. خیلی خوب بچه این دیتا، این الان نگاه کنین، اینجا رو نگاه کنین، علامت سوال ها رفت و داره کار میکنه. آدم وقتی اینجور نگاش میکنه اینه حافظ قرآن بودن کار سختی نیست. نه یه سلکت دیگه، ولی خب خیلی سخته. اشتباه کردم، سخته واقعا در این حد. بابا داشتم مسلمین رو تشویق میکردم که برن تپس کنن، آخه این چه کاری با من میکنی؟ عجب بچه این طرف ها تشویشان نداری. عجیبه. صداش واقعا ترسناک بود. یه پادشاهی بود.